جلوی استیج تشریف نیارن، همین حمل جنازه با دوستان هست. حالم خیلی بد بود، حالم خیلی بده. توی اون بد بودن حال منتظر هر خبری بودم جز این که بیام اینجا امین تارخ رو ببینم. در بنیاد سینمایی فارابی سال مثلا 62 و اینها که یک آرشیوی برای بازیگران ایجاد کرد، یعنی میگفتش که خب وقتی میخواد یه فیلم ساخته بشه فقط از همین محدوده بازیگرای توی تهران نام‌هایی هم که دم دستن و یادشون میمونه انتخاب میکنن، در صورتی که خیلی ها هستن، خیلی جوانانی هستن که مایلن بازی کنن و استعداد دارن اما کسی نمیشناستشون، و همینطور در شهرستان ها. و پیشنهاد تشکیل آرشیو هنرمندان رو داد که با پشتکار زیاد اونو تأسیس کرد. همش میخواست که عالم بازیگری عالم شسته رفته و در تمیزی بشه و جایی بشه که بازیگران به عنوان هنرمندان بتونن سر جای خودشون وایسن و نقششون رو ایفا کنن، که خب بعدش هم رفت اون کلاس بازیگری رو ایجاد کرد که هممون میدونیم که چه ثمرات درخشانی از فعالیتش در سینما ایران به وجود اومد. این روزها به هر چه گذشتم کبود بود، هر سایه‌ای که دست تکان داد دود بود. این روزها ادامه نان و پنیر و چای اخبار منفجر شده صبح زود بود. جز مرگ پشت مرگ خبرهای تازه نیست. محبوب من چقدر جهان بی وجود بود. ما همچنان به سایه‌ای از عشق دلخوشیم، عشقی که زخم و زندگیش تارو بود. پلکی زدیم و وقت خداحافظی رسید. ساعت برای با تو نشستن حسود بود. پلکی زدیم و وقت خداحافظی رسید. ساعت برای با تو نشستن حسود بود. دنیا نخواست یا من و تو کم گذاشتیم. با من بگو قرار من اینها نبود. بود. درود بر همگان. بر همگانی که امروز همه عزادار هستند و حال هیچ کدومشون خوب نیست. حال ما بدتر از همه است. حال ما به روزگاران خرابه. امین دوستدار جوونا بود، مهربون بود، بخشنده بود. امین پدری خاص بود، همسری همراه بود، رفیقی بیمانند، رفیقی بی نظیر، رفیقی که مثلش نیست و نخواهد اومد. امین پیش از مرگ آرزو کرد بادا که چنین مباد. او مثل ما بود. اگر بود میدید امروز ما با هر گلوله بر سینه دختر و پسری جوان میمیریم و دوباره زنده میشویم. ما به این هراس عادت نمی کنیم. بادا که چنین مباد. روحش شد. بگم همین آدم خوبی بود، معلومه که بود. اگه نبود من چرا ما همه اینجاییم؟ اون برادر من بود و معلومه که بود. این یه دونه برادر دیگه هم چی؟ چه دونه برمه؟
امین در یک جمله میتونم بگم آدم به درد بخوری بود. به درد بخور به معنای واقعی کلمه، مفید، سودمند، تاثیرگذارترین آدم توی تأسیس انجمن بازیگران سینمای ایران امین بود. درصد بالایی از بازیگرای موفق، بازیگرای خوب الان سینمای ایران دست پرورده امین تاروخند. اینا کم نیست و متاسفانه این روزها ما عادت کردیم انگار که همینجور آدمای به درد بخورمون رو از دست بدیم و فقط حسرت بخوریم، حسرت بخوریم، حسرت بخوریم. سلام آقا معلم. آقا معلم، همه کسانی که اینجا هستن مثل من فکر میکنن که شما خیلی زود رفتین. خیلی زود. هر وقت توی این روزای رفتنتون به این موضوع فکر کردم که شما چقدر زود رفتین، آقا معلم یاد اون گفتگویی افتادم که با هم دیگه داشتیم. شما توی یه سریالی، یک مجموعه تلویزیونی به اسم بو علی سینا، از زبان بو علی میگفتین بو علی عرض زندگی را بیش از طول زندگی میخواهد و گویا خودتون هم به این قائل بودین، برای اینکه در عرض زندگیتون اونقدر مثبت، مؤثر و مفید بودین که الان همه کسایی که اینجا هستن معترفن که شما یک انسان نیک نام و نیکو بودین. خوش به حال ما، خوش به حال ما که شاگرد شما بودیم. من اینو از زبان همه شاگردانتون دارم میگم. آقا معلم خوش به حال ما که شاگردتون بودیم. آقای تاروخ فرد بسیار محبوبی بودن. این رو نه تنها کسانی که اینجا حاضرن گفتن و خواهند گفت، بلکه کسانی که اینجا نیستن اون طرف مرزها ممکنه باشن حتما این رو شهادت میدن. واقعیت اینه که بسیار غیر قابل باور بود این رفتن و این ودایی که امروز در صورت میگیره. به واقع جناب آقای تاروخ حق بزرگی به گردن بازیگری سینمای کشور دارن. بنده تلمذ کردم، لذت بردم، آموختم و آیا واقعا هستند کسانی که جای این بزرگواران رو بگیرند؟ نمیدونم. به نیابت از استادم بزرگوار جناب آقای آتیلا پسیانی که در بستر بیماری هستند، متنی رو فرستادن، من قرائت میکنم خدمتتون. امین نازنینم، رفیق روزگار دور، من باورم نمیشه لبخند زیبای تو سهم عکس شده باشه. به یادگار و تمام سفرت از این روزگار تلخ و تاریک به سلامت برادر. ببخشید من بغضم با فرو خوردم. میدونین بازیگرا اصلا از مرگ نمیترسن؟ میدونین چرا؟ برای که ما بارها روی صحنه جلوی دوربین مردیم، انقدر مردیم که به مرگ عادت کردیم و انقدر مرگ دور و بر ما زیاده که عادت کردیم. ما به زنده بودنم عادت کردیم. ما دوست داریم زنده باشیم، کار کنیم، حرف بزنیم، مردم رو حالشون رو خوب کنیم. ما دوست داریم زندگی زیبا باشه، زیباتر از این که باشه، یعنی همیشه همه چی خوب باشه. امین همینجوری بود. بعد این همه دروغ و افترا که میگن به ماها، کو برای چی میگن؟ ما که مردممونو دوست داریم، ما که همیشه کارایی کردیم که مردم دارن حال میکنن، لذت میبرن، حالشون خوب میشه، بعد ما باید این تهمت ها و افتراها رو بشنویم؟ آره میشنویم، به کوری چشم تمام اونایی که این تهمت ها رو به ما میزنن. من هر چه میدونم چند سال دیگه زندم، به هر حال تو نوبتم.
از زمانی که خسرو شکیبایی خدا بیامرز رفت نوشتم که خسرو اونورا بالاخره تئاتر و سینمام هست دیگه، یه نقشی برمام نگردار که بیام اونجا کار کنیم باید. برای امینم همین نوشتم، من معتقدم که ما نمیمیریم، ما هستیم، چه اینجا چه ناممون چه خودمون، هممون هستیم و خواهیم بود. من کنار شما هم، با شما هم، اصلا از شما هم کنار یعنی چی؟ من هیچ وقت وقتی بازی کردم امینم اینطور بود، منت گذاشت سر کسی که چون بازی کرده، منت گذاشت که در خدمت مردم بوده. نه اصلا کارش همینه، اصلا ما کارمون خدمته، ما کارمون اینه که حال شما رو خوب کنیم، ما اصلا غیر از این بلد نیستیم کاری بکنیم، ما حال شما رو فقط خوب میکنیم، ولی اونایی که حال شما رو بد میکنن ناراحتن از اینکه ما حالتون رو خوب میکنیم. چیزی که توی این چند روز بارها و بارها در گوشم تنین انداخته بود، پیش خودم زمزمه کردم، جمله‌ای بود که بارها و بارها از دهانش شنیده بودم در توصیف بازیگری. در توصیف بازیگری میگفت بازیگری به نمایش گذاشتن یک شخصیت انسانی است به وسیله انسان برای انسان. معتقد بود که هیچ حرفه هنری اینقدر با انسان ارتباط نداره و این جمله از ذهن من پاک نمیشه. و برای اینکه به این جایگاه برسه یک بازیگر قطعا باید انسان رو بشناسه. الله اکبر، الله اکبر، اللهم انا لا نعلم من الا خيرا وانت اعلم به منا. الله اکبر.